به نام خدا. سلام، حسن تکلو هستم، مدرس کلاس های RN. باز هم سپاسگزار خداوند هستم که به شما عزیزانم خدمت میکنم. جلسه 21 هستیم از کتاب آبی استاد مارک کلیمیک که رسیدیم به صفحه 14 سوال 627 که از اینجا مبحث شامل کلوستومی، مراقبت های کلوستومی و ایلوستومی و نارسایی قلب هست. از سوال 627 شروع میکنیم. What is a colostomy? A surgically created opening of the colon out onto abdomen wall. یک کیسه درست میکنن، یه دریچه باز میکنن و روده رو به دیواره شکم باز میکنن از طریق جراحی. Surgically. Name the three most common reasons for a colostomy. سه تا از دلیل‌های شایع کلوستومی رو نام ببرید. Cancer, diverticulitis, diverticulitis, ulcerative colitis. Cancer هست، diverticulitis هست و زخم روده. What is meant by the term temporary colostomy? معنای کلوستومی موقتی چیه؟ A colostomy that is not intended to be permanent. The bowel will be reconnected at the later date and the colon will defecate normally. کلوستومی موقتی اینه که به صورت موقتی میان کلوستومی انجام میدن، بعد دوباره میان این دوتا رو به همدیگه وصل میکنن. مثلا توی جراحی‌های روده آناستوموز میدن و برای اینکه اون آناستوموز روده آناستوموز پیوند بخوره، جوش بخوره، دیگه میان بعدن میان این کلوستومی رو دوباره برمیگردونن. سوال 630. What is meant by the term double barrel colostomy? A procedure where the colon is cut and both ends are brought out into the abdomen. Double barrel این که دوتا دریچه داشته باشه کلوستومی، عکسش رو بهتون نشون میدم که با طریق عکس شما بهتر میتونید یاد بگیرید. ببینید این عکس کلوستومی هست که دوتا دریچه داره کنار هم. عکس بعدی اینجا به صورت شماتیک نشون داده. Colostomy, a procedure when the colon is cut and both ends are brought out onto the abdomen. سوال 631. Colostomies performed for cancer tend to be temporary or permanent. The answer is permanent. کلوستومی هایی که برای کانسر انجام میدن هدفشون تمپروری، موقتی، پرمننت، دائمی. The answer is permanent. Colostomies performed for a gunshot are usually temporary or permanent. The answer is temporary. کلوستومی هایی که به دنبال تیراندازی گانشات اتفاق میفته، برخورد گلوله، موقتی یا دائمی؟ temporary، موقتی. In a double barrel colostomy from which stoma barrel will the stool comes out proximal. توی double barrel colostomy که عکسش نشون دادم، از کدوم یکی مدفوع میاد بیرون؟ از اون که proximal هست. سوال 634. A fresh new stoma is red, large and noisy. یه استومای که خوب باشه، سالم باشه، چه مشخصاتی داره؟ قرمز، بزرگ، لارج و نویزی هست. صدا میده، صدای روده ازش میاد. سوال 635. When a client voices embarrassment over the noises that their colostomy makes on the first post-op day, what would you say?
موقعی که یه مریض کلوستومی داره بعد از اتاق عمل روزهای اولش و خجالت میکشه از صدای کلوستومی، شما چه به بیمار میگویید؟ The noise will go away in a few days to a week. این صداهای روده در طی چند روز تا یک هفته بعد از عمل از بین میره. نگران نباش، صداهایی که از کلوستومی میاد میره. What behavior on the part of the client is the best indicator that they have accepted their stoma? The answer is when they do the stoma care where their own stoma care. میگه که اینجا چون یه سری کلمات جا افتاده، when they do their own stomacher، چه موقع شما متوجه میشید، چه نشانه‌ای بهترین نشانه هست، که چه رفتاری بهترین نشانه هست که اون شخصی که استوما داره، کلوستومی داره، نشون میده که اون استوما رو پذیرفته، وقتی که خودشون از خودشون مراقبت میکنن. سال 637. But what they post up should the client begin to take care of their own stoma by the third to fourth day, they should be looking at it and asking questions by day two. در چه روزی بعد از عمل مریض میتونه مراقبت از خودش رو شروع کنه؟ روز سوم تا چهارم، و اونها باید تا روز دوم نگاه کنن، should be looking، و اگه سوالی دارن تا روز دوم بپرسن. مراقبت ها رو پرستار انجام میده تا روز دوم، اونا نگاه میکنن و یاد میگیرن، سوال میکنن، و روز سوم و چهارم دیگه خودشون انجام میدن، پرستار نگاه میکنن. سوال 638. The more colon is removed, the more what the stool? The answer is liquid. The more colon is removed, the more liquid the stool. هر چه مقدار روده بیشتری برداشته بشه، مدفوع حالت مایع داره، مایع تره، شل تره. سوال 639. What technique is used to remove feces and flatus from the bowel through a colostomy? Colostomy irrigation. کدام تکنیک برای برداشتن مدفوع و فلاتوس، نفخ، از روده از طریق کلوستومی استفاده میشه؟ شستشوی کلوستومی، کلوستومی ایریگیشن. How many times per day will the client irrigate his colostomy؟ چند بار در روز باید بیمار کلوستومیشو شستشو بده؟ Once a day. Which solution is used to irrigate a colostomy? The answer is tap water. از کدام محلول برای شستشو کلوستومی استفاده کنه؟ همون آب شیر کافیه، آب شیر. How warm should the irrigation solution be? Warmer than body temperature? Example 99 to 100 فارنهایت. چقدر باید درجه حرارت آبی که برای شستشوی کلوستومی هست باشه؟ باید گرمتر از بدن باشه، 99 تا 100 درجه فارنهایت، که میشه 37 درجه سانتیگراد. سوال 643. In what position should the client be when they irrigate their colostomy? در کدام پوزیشن باید مریض باشه و کلوستومیش رو شستشو بده؟ سیتینگ، در پوزیشن نشسته. صفحه 14 هستیم، ستون سمت راست. سوال 644 که راجع به ایلوستومی هست. ایلوستومی، مشخصات ایلوستومی چیه؟ لیکوید استول، مدفوع شل، آبکیه، اودر مایلد، بوش خفیفه،
Stool, very demanding to the skin. Stool, very damaging to the school. Damage به معنی آسیب دادن. چون مدفوع مایه است و بیشتر حالت قلیایی داره میتونه به پوست آسیب بزنه. Continuous drainage و مدام این ایلیوستومی چون از روده باریک هست، ایلیوستومی از ایلیوم هست، میتونه مدام این ترشح ادامه داشته باشه. High risk for fluid electrolyte imbalance، ریسک اختلال آب و الکترولیت داره چون از روده مایعات و پتاسیم و سدیم از دست میره. Incontinent، به صورت بی اختیار میاد. Never irrigate، و هرگز شستشو ندید. Transverse colostomy، Transverse colostomy رو بهتون عکسشو نشون بدم. این Transverse colostomy هست که اینجا ببینید این ascending colostomy هست، کلونی بالا رونده که ابتداش آپاندیس سمت راست بدن، بعد این کلون ترانسفرس عرضیه و این کلون پایین رونده که کلون دیسندینگ بهش میگن. الان اینی که داریم راجع به صحبت میکنیم کلون عرضیه، ترانسفرس. ترانسفرس کلوستومی، استول سافت استول. مشخصات کلوستومی ترانسفرس اینه که مدفوع نرمه. تیپیکال استول اودر، بوی مدفوع هم بوی مدفوع معمولیه. استول دمیج ده سکین، مدفوع میتونه به پوست آسیب بزنه. امتی سیورال تایمز پر دی، چند بار در روز خالیش کنید. می اور می نات بی ات ریسک فور فلوید الکترولایت ایمبالانس، ممکنه باعث ریسک عدم تعادل آب الکترولیت بشه یا نشه. May or may not be. May irrigate، ممکنه شستشو بدن. Descending colostomy که کلوستومی پایین رونده بود، تو شکل قبلی بهتون توضیح دادم. توی descending colostomy که دیگه نزدیک رکتال و سیگموید هست، مدفوع شکل گرفته. Form stool، typical stool odor، بوش شبیه مدفوع معمولیه. Stool doesn't irrigate unless diarrhea، شما مدفوع نمیشورید مگر اینکه اسهال داشته باشه. Predictable 2-3 times per day emptying، به صورت دوره ای 2 تا 3 بار در روز خالی میشه. Lowest risk for fluid electrolyte imbalance، ریسک اختلال آب الکترولیت تو این descending colostomy کمتره. و incontinent یعنی بی اختیاری هست. و دیگه این یکی هم do irrigate، شستشو انجام بدید. به خاطر اینکه این حروف جا افتاده یکم باعث توقف میشه. دو ریگل، میتونید شستشو انجام بدید. مبحث بعدی CHF هست که راجب نارسایی قلب، CHF cardiac heart failure can be right sided, left sided or both sided، true or false. گفته نارسایی قلب CHF میتونه سمت راست قلب باشه، میتونه سمت چپ باشه، یا هر دوتا. True or false، the answer is true. Left sided usually comes first، میگه هر دوتا ساید میتونه درگیر باشه، ولی معمولا left side نارسایی سمت قلب زودتر صورت میگیره. What does right sided CHF means؟ معنای نارسایی قلب سمت راست چیه؟ Right ventricle has decompensated، اینه که بطن راست نمیتونه جبران کنه. Has decompensated. بعد علائم بطن راست
علائم بدن راست اینه که خون میخواد از ریه‌ها بریزه توی دهلیز راست، ببخشید، بطن دهلیز راست. خون از کجا میاد؟ از بدن میاد. خون از بدن میاد توی دهلیز راست، بعد دهلیز راست میریزه تو بطن راست. اگر بطن راست دچار احتقان بشه، خون پس میزنه تو بدن. پس ما اینجا دیپندنت ادما داریم، تو بدن ادم داریم، legs and sacrum، jugular venous distension و وریدهای جوگولار دیستنت میشن، abdominal distension، عروق شکم، اون شکم باعث ابدامه میشه، اون ورید پرچ که میخواد از سمت کبد بیاد بعد بره توی اون سیاه رگ زیرین که بعد بریزه تو دهلیز راست، بعد که میریزه تو بدن راست میاد دچار احتقان میشه، خون پس میزنه، بعد باعث ابدامینال دیستنشن میشه. بعد هپاتومگالی، بزرگ شدن کبد، اسپلنومگالی، بزرگ شدن تهال، انورکسیا و نازیا، باعث حالت تهوع و استفراغ میشه، و انورکسیا به معنی بی‌اشتهایی، ویت گین، ادم خودش نشون میده که وزن بیمار وزنش رفته بالا، نکچوریا دیورسیس، شبها میره ادرار میکنه، سوئلینگ آف دی فینگرز اند هندز، دستها، انگشتا تورم میکنه، ادم میشه، ورم میکنه، اینکریز بلاد پرشر و فشار خون بالا میره. دیگه سمت چپ CHF، سمت چپ. What does left-sided CHF means? Left ventricle decompensated. سمت چپ قلب نارسایی قلب داره، CHF داره، یعنی چی؟ یعنی که بطن چپ نمیتونه جبران کنه. CHF can result from MI, true or false. The answer is true. گفته که نارسایی قلب میتونه نتیجه میوکارد انفارکشن، سکته قلبی باشه. درست یا غلط؟ درسته. When cardiac output fails, name three ways the heart will try to compensate. وقتی که output قلب نارسا میشه، fails، کم میشه، سه روش بگید که قلب میاد برای جبران. یکی از اون روش ها ventricle hypertrophy، عضلات قلب برای اینکه قدرتشون بره بالا hypertrophy میشه، تعدادشون زیاد میشه، بزرگ میشن. And a heart rate the rate will increase، اون ضربان قلب میره بالا. اینجا حالا یک لغتی جا افتاده ولی اینجا نوشته heart rate will increase که ضربان قلب بالا میره. What is meant by cardiac decompensation؟ معنای جبران قلب چیه؟ اینکه قلب نمیتونه جبران کنه. Decompensation، compensation به معنی جبران کردن، decompensation به معنی عدم جبران. معنای اینکه قلب نمیتونه جبران کنه چیه؟ It means that the compensatory mechanisms، به این معنیه که مکانیسم های جبرانی، هایپرتروفی مثل بزرگ شدن قلب، دایلیشن به معنی گشاد شدن. دوستان تو سوال قبلی 651 اینی که نتونستیم بخونیم دایلیت بود، گشاد شدن قلب. دایلیشن گشاد شدن قلب، تاکیکاردیا تعداد ضربان قلب بره بالا، are not working، وقتی این ست کار قلب کنه و آوتپوت نتونه جبران کنه، کار نکنه، and the heart has failed، و قلب شکست میخوره دیگه نمیتونه جبران کنه. Name three groups of drugs used to treat CHF. سه تا دارو نام ببرید که برای درمان CHF نارسایی قلب میدن. Diuretics، vasodilators and digitals، دیورتیکا مدرها،
ویزو دیلاتورها گشاد کننده عروق که پریلود کمتر بشه و دیجیتال داروهایی مثل دیجاکسین تلفظش میشه دیجاکسین. What is the activity order for client with CHF? The answer is bed rest. مریضی که CHF داره فعالیتش باید چطوری باشه؟ bed rest، استراحت کنه. What special item do client with CHF have to wear to decrease venous ascites in the legs? مریضایی که CHF دارن باید چه چیزی رو بپوشن که ماندگاری ساتیز یعنی موندن خون توی ونوس یا رگ های پا دیکریز بشه، کمتر بشه. TED hose به معنی ترمبو امبیولس دترنگ جوراب های هستن که باعث میشن که این تشکیل لخته ترومبوز و امبولی کمتر بشه. عکسش هم من براتون آوردم که اینجاست. ببین این جوراب ها هستن که می پوشن. اینم یه نوع دیگه هست که جوراب ها باعث میشه، جوراب های واریسی هم بهشون میگن. ولی TED host میگن. How often should anti-embolism host TED be removed؟ هر چند وقت یه بار باید این جورابای آنتی امبولیزم برداشته بشه، در بیارین به صورت دیلی. When during the day should TED host be applied before the client gets out of the bed؟ نکته مهمه، کی باید جوراب واریسی رو بپوشه؟ صبح که از خواب پا میشه، قبل از اینکه از تخت بیاد پایین، قبل از اینکه خون تجمع پیدا کنه توی پاهاش، قبل از اینکه پاهاش آویزون کنه باید این جوراب‌ها رو بپوشه. خب بریم صفحه 15 ستون سمت چپ، سوال 658. Is it okay to use powder with TED hose؟ ممکنه مثلا پودر بچه و اینا استفاده کنن برای این جورابا که راحت‌تر برن بالا؟ Is it okay؟ مشکل نداره؟ Yes، میتونن بپوشن. Should you massage the calf of the client with CHF؟ آیا شما باید ساق پای مریضی که CHF داره رو باید ماساژ بدی؟ Never، هرگز، چون باعث ترومبو امبولی میشه، لخته جدا میشه میره توی قلب ریه مغز. Before you give digitalis what action must you take? Measure the apical pulse. قبل از اینکه داروی دیجیتال به بیمار بدید مثل دیجوکسین چه اکشنی باید انجام بدید؟ باید نبض جلوی قلب رو بگیرید، apical، نوک قلب. If the adult client's apical pulse is below 60 what should you do؟ اگر نبض اپیکال زیر 60 باشه شما باید چه کار کنید؟ Do not give digitals، شما نباید دارو رو بدید. For a child don't give for a pulse under 70. برای بچه ها نبض زیر 70 هست. For an infant don't give for a pulse under 90. برای اینفنت ها، نوزادان زیر 90 هست. پس بزرگزار زیر 60 نباید بدی، بچه ها زیر 70 و اینفنت ها زیر 90. سوال بعدی، What daily measurement best indicates the amount of fluid the client is retaining daily weight؟ کدوم نشونه نشون دهنده حجم مایعات در بدنه که احتباس شده، is retaining، کدام اقدام بهترین ایندیکیتور هست، best indicators؟ Daily weight، وزن بیمار رو روزانه اندازه گیری کنید. سوال 663، Should clients with CHF have a Foley catheter؟
Yes, on diuretics and fluid balance is important. آیا مریضی که CHF داره باید سوند فولی کاتتر داشته باشه؟ بله، موقعی که داره داروی دیورتیکس میگیره، داروی مدر میگیره برای تعادل مایعات در بدن. Fluid balance is important. What complication is common in CHF? The answer is pulmonary edema. عارضه شایع CHF چیه؟ ادمه ریه، پولمونوری ادمه. When the client is taking diuretics, what minerals in the CHF client most likely to lose? Potassium. وقتی مریض داره دیورتیکس میگیره، مثلا بازیکس، کدام الکترولیت بیشترین احتمال رو داره most likely to lose، از دست بده بیمار؟ پوتاسیوم. You should tell the clients with CHF to immediately report to his or her doctor if he/she gained how many pounds in one week. The answer is 3. شما باید به مریضی که CHF داره بگید، فوراً باید به پزشکش اطلاع بده اگر چند پوند وزن به دست بیاره. 3 pounds. پس اگر در طی یک هفته مریض 3 پوند وزنش بره بالا، باید حتما به پزشکش اطلاع بده که 3 پوند تقریبا میشه هر پوند، هر کیلوگرم 2.2 پونده. حالا 3 پوند رو حساب کنین، تقریبا میشه نیم کیلو. Name the four most common toxic effects of digitalis. چهار تا از عوارض توکسیک، عوارض سمیت با دیجیتال ها رو نام ببرید. Anorexia، بی‌اشتهایی. Nausea and vomiting، very common، حالت تهوع استفراغ خیلی شایع هست. Yellow vision، دید مریض زرد رنگ میشه. Arrhythmia و مشکلات آریتمی قلبی میگیره. Yellow vision هم من براتون عکس آوردم. مثلا اینجا بیمار همیشه زرد میبینه، yellow vision. پس از عوارض دیجیتال توکسیکش yellow vision هست. دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم به شما عزیزانم خدمت میکنم. لطفا این کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید، اجازه بدید همه از این کانال استفاده کنن. دوستان یه نکته دیگه، یه دوره VIP درست کردم، کتاب ساندرز، کل کتاب ساندرز یعنی 3000 صفحه رو دارم به صورت صوتی آموزش میدم. جاهایی هم که نیاز بشه نکات مهم رو میگم، جزوه درست کردم، جزوه های خلاصه که سریع تو مرور رو سریع کمک میکنه. الان 20 فصل آموزش دادیم، مبحث مادر نوزادان رو داریم شروع میکنیم. منتظرتونم، پیام بدید، در خدمتون هستم. در پناه خداوند یکتا، شاد و سلامت و ثروتمند باشید.